عزیز، من سیاوش امانی هستم. دوست داشتم یک موضوعی با شما صحبت بکنم و یک نگاهی از این دیدگاه نگاه کنیم به این برنامه که چی موضوعی رو دارم به خدمت شما میگم. عرض کنم همه شما میدونید پولشوری یا لاندریمانی چی هست. پولشوری پولای کثیف و دزدی و مواد مخدر و هرچی پولایی که غیرقانونی از دست میسازن و درآمد دارن میارن، یک عده هستن اینا رو پولشوری میکنن. اشخاصی هستن که پولشوری میکنن، حالا بانک ها هستن، آدم های دیگه هستن، مافیای هستن، آدم هایی که تو این خلاف هستن در این کار انجام میدن و 70% رو بر میدارن، 30% به طرف پول رو پس میدن و پولاشون رو میزنن تو جیب، اون پول تمیز میشه. در اینجا که پولشوری هست، همه تون یا لاندری مانی بهش میگن، شما همه آگاه هستید. ولی یک سری آدم ها هستن که آدمشوری میکنن. منظورم آدمشوری چیه؟ منظورم که آدم های مثل سازگارها رو، مثل گنجی ها رو، مثل نوریزاده ها رو میارن توی تلویزیون و سعی میکنن تمیز نگرشون دارن و سعی میکنن بگن اینا خیلی مبارزن یا خیلی کارهای تمیزی میکنن و اینا رو بهش میگن آدم. این اشخاصی که انجام میدن میگن آدمشوری. مثلا مثل علی که بعدش 700-800 رو سر بریده به خاطر اینکه نمیخواسته مثل اسلامی ها بشن و آدم کشته، مثلا شما یه آدم خیلی آدم خوب و مولا و نمیدونم حسابی علی میگید. یا اینکه محمد که بچه 5 ساله و 7 ساله رو میبره تو رخت خواب و تجاوز میکنه، شما پیغمبر میدونید و یک عده برای اینها آدمشوری میکنن یا کار کثیف و کار تمیز براتون نشون میدن، سربری و آدم قدرتمند بهتون نشون میدن، شمشیرش چقدر خوبه، دو لبه داره و انواع مختلف حرفا رو میزنن که این آدم خوبیه و کارشون اینه، پول میگیرن که این کارا رو بکنن. حالا یه سری آدم ها هستن تلویزیون شوری میکنن، یعنی پول میگیرن یا کاری میکنن که این تلویزیونی که کار همیشه کثیف و دروغ و اشتباه و ملت رو به راه چپ و هدایت میکنه، این آدم ها رو میخوان تمیز کنن. بس امروز موضوع صحبت من تلویزیون شوریه. تلویزیون شوری. حالا شما همه واقف هستید، آقای علیرضا میبودی، این دوست عزیز همه مون و این ژورنالیست، و شخصا بگم من فکر نکنم کسی مثل آقای علیرضا میبودی هست از نظر ژورنالیست و برنامه گذار. یک شخص بسیار هنسام، خوشتیب، خوشصدا، خوشنوش و آگاه و خیلی آگاه و واقعا مطالعه این شخص به عنوان کار شخصیتش در همه امور آگاه هست و چه داخل کشور، چه خارج از کشور و چه سیاست مدارا خوب آگاه هست و واقعا افتخار یک ایرانی ها که یک همشه اشخاصی در بینشون هست و واقعا این تلتی رو که داره من نظیرش رو ندیدم. حالا شما شاید کسان دیگه هست برای شما، ولی نظر من آقای میبودی که از بهترین ها، اگر نامبر بهش بدیم، یکی از بهترین ها شخصیتی هستن که جلوی تلویزیون میشینن و میتونن صحبت کنن. ولی جالبی اینجا من میخوام به شما بگم که این آقای میبودی اینجا یک کاری رو کردن که برای من شاکینگ بود و امیدوارم شما متوجه بشین چه کار کردن. آقای میبودی در برنامه‌ای با آقای حسن دایی، این دوست عزیزمون سیاستمدار و سیاست واقعا سیاستمدار و مبارز، یک بحثی رو داشتن صحبت میکردن. در این بحث آقای میبودی سعی کرد که تلویزیون اندیشه یا آقای درمانی رو برای اون یک تلویزیونش رو بشوره، یک جوری تمیزش بکنه و برای اینکه این کار رو بکنه با این شروع شد. خواهش میکنم نگاه کنید که خودتون با صدای خود آقای میبودی که آقای میبودی اینجا در اینجا چی شروع میکنه و صحبت. خواهش میکنم نگاه کنید. چرا من تشکر میکنم از آقای دورمانی، امروز تلویزیون اندیشه. ببین اینه همگنانم،
وقتی شما امکان میدین به افرادی که بتونن اندیشه هاشون رو بروز بدن، تکلیف شما روشن میشه. خیلی سریع میتونید خطکش رو بعد داره تشخیص بدید که این طرز پرکنفگار آیا در چهار دیواری منافع ملی ما هست یا نیست. حالا اگه اینا حرف نمیزدن چی؟ ما هیچ هم متوجه نمیشدیم. هیچ هم. من آقای گنجی را از طریق تلویزیون شناختم و واقعا یه سپاسگزاری تشکری به دفاع را و اجازه که خیلی تشکر کنم از آقای دورمانی و تلویزیون اندیشه از این باقی خیلی کمک کرده. بهتر بود آقای میبودی. عرض کردم خدمتون آقای میبودی خودش که یه ژورنالیسته و به تمام خبرها آگاه هست، چه خارجی چه داخلی، اینجا از آقای دورمانی یا آقای تلویزیون اندیشه تشکر کرد که خیلی ممنون آقای گنجی رو آوردی اینجا و ما آشنا شدم چی آدم بدیه، یا حالت مثلا آدم بدیه، حالا ما متوجه شدم و چه آدم کثیفیه. خیلی ممنون آقای اندیشه، چونه ها بودین این اشخاص رو میارن، یه حالت مثلا اینا فداکاری هم کردن، مثل حالتی که مرسی علی که تو 700 نفر رو کشتی، مرسی محمد که تو مثلا این میتونیم با بچه های 7 ساله و 8 ساله هم بریم تو رخت خواب تو شروعش کردیم، واقعا شما زحمت کشیدید. و اینم آقای تلویزیون اندیشه چه زحمتی کشیده که آقای گنجی رو آورد و دستش رو کرد. واقعا اینطور بود، واقعا تلویزیون اندیشه اینجوری این کار کرد یا اومده بود اون آدم شوری رو بکنه، تمیزش بکنه، ولی حالا که ملت توی صف خط اول ایستادن دارن عقب نشینی میکنن، یک جورای خودشون رو میخوان تلویزیون شوری هم بکنن. حالا اینجا آقای حسن دایی بسیار جواب خیلی قشنگ سیاست مداره داد و بسیار این دوست عزیزمون جمهوری خواه، همه تو میدونید، درود بر آقای حسن دایی، عقیدشه از وان است که وطن پرست باشه و میهنش دوست داشته باشه و همه کارش برای خط ملتش و میهنش باشه. درود بر حسن دایی ها و امثال حسن دایی ها که جمهوری خواه هستن. و بسیار کار بسیار قشنگی آقای حسن دایی اینجا انجام داد که من خواهش میکنم خوب متوجه بشید که آقای میبودی سعی کرد از این فضا استفاده بکنه در کنار آقای حسن دایی که سیاست مداره، تلویزیون چی نیست، یک سیاست مداره و فعال سیاسی هست، و اینجا اومد استفاده بکنه که آقای حسن دایی اگر خوب نگاه کنید چشاش میره بالا، ناراحت میشه، بهش میگن بادی لنگویج، یعنی کسی که با بدنش میتونی صحبت کنی و از بدنش، حرکتهای بدنش متوجه میشین که این در کجا، در کدوم قضیه داره کار میکنه. چشاش میره بالا، متوجه میشه که یک توطئه براش اینجا چیده شده، با سرعت صورتش هم میخارونه به حالت اینکه فکر کنه چیکار کنه، ولی حرف خودش رو قشنگ میزنه. میگه آقا میبودی این حرفا چیه؟ این همه تلویزیون در اختیارشون هست، این همه رسانه در اختیارشون هست، چرا آقای اندیشه و نمیدونم آقای دورمانی چرا نمیاد به مخالفا صحبت بکنه؟ این حرف چیه؟ نگاه کنید خودتون که قشنگ اینجا دفاع میکنه و این نشون میده که یک شخص بسیار وطن پرستیه، به خاطر اینکه از این بابتش تا اینجاش آقای حسن دایی واقعا به خاطر اینکه نیومد بگه که خب من بغل آقای میبودی هستم، هر هفته داره با من مذاکره میکنه، مصاحبت میکنه، بحث میکنه، خب یه حالی هم من بهش بدم، خب منو داره معروف میکنه، شاید من یه کاری بشم در ایران، یا اینکه حقش هم هست، باید هم بشه، آدم وطن پرست از کجا باید بیاد وسط صحنه؟ اگر آقای حسن دایی نیان که ما دیگه خیلی بعضمون اوضاعمون خراب میشه. بس خیلی کار تمیزی کرد، ولی حق و ناحق نکرد و حرفش زد که گفت این اشتباه است و آقای میبودی این اندیشه در این راه نرفتن. اگر اینطور بود مخالفان رو میگذاشت در تلویزیون صحبت کنن، که من میدونم ما چندین بار تماس گرفتیم که میزه گردی داشته باشیم و ما هم در اونجا باشیم، هیچ وقت ندارن، هیچ وقت سرشون شلوغه، جواب تلفن نمیدن و جالبیه این نابودن که از پادشاه ما ایراد آوردن، ایراد میگرفتن، چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا اینجوری، ولی خودشون هزار تا کلک و حقه بازی بکنن دارن زندگیشون رو میکنن. و جالبه، و نگاه کنین، خواهش میکنم که از آقای
حسن دایی چقدر قشنگ دفاع کرد و موضع خودش رو خراب نکرد، بر برگه خودش رو در سیاست مدارش رو خراب نکرد، حتی اگر احتیاج هست در تلویزیون پارس باشه و صحبت بکنه. ولی دم واقعا درود بر آقای حسن دایی که بسیار زیبا جواب داد. خواهش میکنم نگاه کنید و اینجا جواب آقای حسن دایی رو گوش کنید. جوابشو داد و آقای حسن دایی واقعا بسیار سمارت بود در این صحنه که نگذاشت کسی استفاده بکنه از موقعیت سیاسیش و آقای استاد واقعا آقای میبودی خیلی جالب بود که گفت من از گنجی رو از تلویزیون یاد گرفتم. من جالبه همه کتاباشو خونده، حرفاشو گوش کرده و 30 سال طول کشید که آقای گنجی رو تازه بشناسه. واقعا من نمیدونم بعضی موقع ژورنالیست چه فکری میکنه و خواهش میکنم، امیدوارم که بیشتر حتی تلویزیون خودشون، تلویزیون پارس که در سیاسی هستن، نتونسته این اطلاعات رو به آقای میبودی برسونه که اشخاص چه نوع اشخاصی هستن. باید آقای میبودی در تلویزیون‌های دیگه یاد بگیره. شما فکر میکنین آقای میبودی در کدوم تلویزیون آقای گنجی رو شناخت؟ فکر میکنین کدوم تلویزیون؟ تمام تلویزیون‌ها بهش حال میدادن، کمکش میکردن، آدم شویی میکردن و فکر میکنین کدوم تلویزیون به آقای میبودی یاد داد؟ خوب گوش کنید به کدوم تلویزیون. اول به آقای میبودی خوب گوش کنید چی میگه که یاد گرفته از تلویزیون. خواهش میکنم نگاه کنید با هم دیگه. من نه خوب برگم هستن دیگه، یعنی نیروهایی که مخالف اونام هستن همه اونجا فرصت دارن سخن میگن. چون یه بررسی کردم این آخر هفته گذشته و واقعا خب دیدم که تلویزیون خیلی سرمایه اساسی داره در این که مردم رو توجه کنه ما امروز با چه تیپ های طرفیم، چه جناهایی اینا چی میگن، حرف حسابشون چه. میگم خود من برای اول بار آقای گنجی رو در تلویزیون شناختم، چون یه ارادت عجیبی داشتم مثلا به این آدم بدبوری که در زندان بود مقالاش رو میخوندم، ولی ایشون رو از نزدیک ندیده بودم و فرصت پیدا کردم. اینه که میگم همینان عزیزم به تلویزیون ها، رسانه ها فرصت بدید، امکان بدید، به همه گروه ها امکان بدن برای سخن گفتن و حرف زدن برای چنین روزیست و مردم امکان و فرصت مقابله پیدا میکنن، امکان و فرصت قیاس خیلی ما و نگاه به شاهی میکنن. همه دارم یک بار دیگه براتون سعی میکنم بذارم گوش کنید که چطور گنجی رو تازه از تلویزیون‌های دیگه یاد گرفته و یا این شخص گنجی رو، شخصیتش، افکارش و جنایتکار رو و دوز و دستش تا خرخره به خون ملت آشودن، این آقا تازه بعد آقای میبودی بعد از 33 سال از تلویزیون‌ها دو همین هفته پیش داشت نگاه میکرد یاد گرفته. ببینیم یه بار دیگه میذارم نگاه کنید. خواهش میکنم که